تو این قسمت از آموزش ویره میخوایم با تنظیمات دیلایت آشنا بشیم دیلایت به ما کمک میکنه تا بتونیم با استفاده از ویژگی مکانهای جغرافیایی واقعی نور صحنهمون رو تنظیم بکنیم <متصفيق> سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه ارشی عبدالکرمی هستم قسمت بعدی از آموزش خوش اومدید توی این جلسه میخوایم با سیستم دیلایت آشنا بشیم دیلایت یه سیستمیه توی محیط دی مکس و ویری که به ما کمک میکنه بتونیم دقیقا عین یک مکان فیزیکی واقعی صحنمون رو نورش رو تنظیم بکنیم یعنی چی مثلا شما میتونید بیاید یه خورشیدی توی صحنه‌تون ایجاد بکنید بعد دقیقا بیاید اون خورشیدتون رو بر اساس مکان جغرافیایی واقعی یک شهر مثلا شهر تهران تنظیم بکنید یعنی اینکه دقیقا میاد مشخصات و زاویه خورشید توی شهر تهران رو به نرم افزار نشون میدیم بر نرم افزار میاد عین دقیقا شهر تهران اون نور رندرتون رو تنظیم میکنه و مثلا مکان قرارگیری خورشید طبیعتا تو هر نقطه کره زمین خورشید با زاویه خاصی میتابه و همچنین توی های مختلف مثلا شما به نرم افزار میگی من میخوام شهر تهران رو مثلا توی فلان روز و فلان ساعت برای من نورپردازیشو انجام بدی دقیقا میاد عین همون رو برای ما شبیه سازی میکنه چجوری میتونیم توی محیط نرم افزارمون این نور رو ایجاد بکنیم بچه ها می توی منوی کرییت یه بخشی داریم بچه ها اون توی تنظیمات آخر توی بخش سیستم به اسم دیلایت خب سیستم دیلایت رو با کلیک و درگ بعد توی محیطتون اضافه بکنید من میام اینجا اول از من یک سوال میپرسه من یست yes رو میزنم با کلیک و درگ ببینید میام توی نمای خودم یه دونه خورشید و یه دونه دیلایت میکشم با کلیک و در... وقتی کلیک میکنید و درگ میکنید در از فقط همون آیکون نمایشش رو برای شما تنظیم میکنه حالا میتونید به صورت پیش پیشوز خورشی رو توی مکان جغرافیایی خاصی قرار بدید کلیک بکنید این بخش براتون ساخته میشه بچه ها. من میام نمای فرانت به نمای پرسپکتیو تغییر میدم پی رو میزنم میتونم آلت و دبلی بزنم بچه ها که اون پنجره بزرگ بشه حالا میام با کلیک و درگ جابجا میشم تا بتونم بهتر بهتون نشون بدم ببینید بچه ها این سیستم دیلات ایجاد شده آیکونش هم این پایین نمایش داده میشه آیکونش همون جهت های ها. یعنی به شما میگه که شرق صحنه کجا غرب صحنه کجا جنوب و شمال و همچنین این نقطه که داره بهتون نمایش میده آیکون زاویه خورشیده یه سری ویژگی ها و تنظیمات این بغل به ما نمایش میده بچه ها. میگه که شما میتونید به سه حالت اصلی سیستم دیلات رو ایجاد بکنید یه حالت منواله یه حالت دیت تایم ان لوکیشن یه حالت هم ویدر دیتا فایل این بخش به شما کمک میکنه تا بتونید دقیقا یک صحنه رو شبیه سازی بکنید بر اساس یک روز و یک ساعت واقعی توی یه مکان جغرافیایی خاص. اول دو تا بخش اول رو بهتون میگم بچه‌ها. روی بخش منوال اگه باشید میتونید با موو کردن خیلی ساده این خورشید رو جابجا بکنید. خب عملا اون این سیستم خیلی با همون سیستم ویرایسان فرقی نداره. این نوری که ایجاد میکنه مشابه با همونه. من این بار من توی همین حالت یه بار رندر که شما ببینید. می‌بینید الان خورشید شبیه شده. و البته می‌بینید صحنه من یه مقدار اگزاجر است یعنی یه مقدار نور صحنه هنوز تنظیم نیست برای همینه که یه مقدار میبینید سایه ها هنوز خوب شکل نگرفتن حالا استاپ رو می‌زنیم بعد با تنظیمات دوربین همونطوری که توی جلسات پیش آشنا شدیم کار بکنید تا صحنتون به حالت خوبی برسه یعنی مثلا دوربینتون رو عوض بکنید الان میبینید صحنه مقدار اگزاجر روشنه مثلا میتونید با عدد ایوی کار بکنید عدد ایوی رو افزایش بدید تا نور صحنتون تنظیم بشه اگه با عدد ایوی وی آشنا نشین توی قسمت‌های پیش راجبش صحبت کردیم حالت بعدی که شما میتونید از این ویژگی استفاده بکنید گفتیم حالت اول مانوال بود که میومد دستی خورشید و واسه ما جابجا می‌کرد حالت بعدی چیه میتونید بعد وارد بخش مودیفای بشین توی بخش مودیفای میتونی سیستم رو عوض بکنی ببینید پوزیشن الان مانواله میتونی بزنید روی دیتن تایم خب این تنظیماتی که این بغل می‌بینید بچه‌ها همون تنظیمات مشابه تنظیماتی که توی ویریسان داشتیم حالا با جزئیاتش آشنا می‌شیم بعدن اگه بزنیم روی این حالت یعنی دیتن تایم یه سری تنظیمات دیگه در اختیار ما قرار میده ستاپ رو میزنم خب که با استفاده از اون تنظیمات خورشید رو ایجاد بکنه گفتیم تو حالت مانوال دستی بود تو حالت دیتا تا میاد اما سوال می‌پرسه میگه میخواید چه ساعتی باشه چه روز و چه ماه و چه سالی باشه توی چه مکانی باشه الان به صورت پیشورز داره به ما میگه این لوکیشنی که الان توی صحنه هست مثلا مال سان فرانسیسکو من گت لوکیشن رو میزنم توی نقشه باید بگردم مثلا یه لوکیشن دیگه ای که میخوام مثلا من سان دیگو رو میزنم وقتی اوکی بکنم ببینید قشنگ میاد عرض و طول جغرافیاشی پایین به من نمایش میده خب یعنی دقیقا توی سان موقعیت خورشید یه چیزیه تو چه زمانی توی این زمان خب یعنی ساعت دوازده و مثلا چند دقیقه و چند ثانیه حالا اینجا صفره توی ماه ششم روز 21 و سال 2021 -20. یعنی توی اون مکان و توی این زمان و تو این فصل و موقعیت از سال خورشید همچین موقعیتی داره از لحاظ جغرافیایی این به من کمک میکنه تا مثلا وقتی میخوام رندر مثلا یه رندری به درخواست داده میشه توسط کارفرما که مثلا لوکیشنش توی مثلا شماله میام دقیقا ارز طول جغرافیاییش رو اینجا وارد میکنم یا شهرش رو روی نقشه پیدا میکنم اینجا وارد میکنم عددش رو بعد میام حالا با توجه به ساعتی که میخوام رندر بزنم اینجا بقیه تنظیمات رو هم عوض میکنم الان ببینید مثلا من اگه من ماه رو جابجا جا بکنم ببینید زاویه خورشید هم مرتب عوض میشه تو ماه اول ماه دوم میلادی ماه سوم میلادی همش داره با توجه به این عددی که شما اینجا میزنید تغییر میکنه یعنی اینجا دیگه زاویه قرارگیری خورشید دستی نیست باید به صورت عدد و رقم به صورت ماه و سال بهش اطلاعات رو بدیم یه شیوه دیگه هست بچه که از این دوتا شیوه دقیق تره واسه تنظیم قرارگیری زاویه خورشید اسمش ویدر دیتا فایل این سیستم ویدر دیتا فایل چجوری به ما کمک میکنه بچه ها؟ یه فرمتی هست که شما باید از توی سایت های اینترنتی دانلود بکنید این یک فایلیه خب که پسفندش ای پی و اطلاعات هوایی و جغرافیایی یک مکان رو دقیقا توی یک روز از سال ثبت کرده، خب که خیلی خیلی دقیقه خب این فایل رو شما بعد از تو اینترنت دانلود بکنید مثلا من میخوام دقیقا شرایط آب و هوایی و جغرافیایی شهر تهران رو توی رندرم داشته باشم میتونم برم وارد اینترنت بشم یکی از سایت که شما میتونید ازش اطلاعات دانلود کنید سایت انرژی پلاس وارد سایت انرژی که پلاس که بشین یا بخش رو به اسم ودر وارد بخش ودر که بشین میتونید هم اسم جایی که میخواین رو اینجا سرچ بکنید هم میتونین از روی نقشه اونجا رو پیدا بکنید روی لوکیشن وقتی کلیک بکنید نگاه کنید بچه ها یه فرمتی از بچه ها به اسم EPW وقتی جلو این فرمتی که نوشه EPW یه لینک هست که شما میتونید دانلود بکنید یه فایلی که حجمش هم خیلی کمه در حد چند کیلو بایته. این فایل رو وقتی دانلود میکنید میتونید بیاید اینجا توی بخش ودر به 3D Max اون فایلتون رو معرفی بکنید روی آیکون کلیک میکنید یه بخشی داره بچه به اسم Load Weather Data اینو که کلیک بکنید میتونید برید وارد بخش دانلود یا حالا هر جایی که ذخیره کردین یعنی بعد دانلود بعد میایین و فایلتون اینجا معرفی کنیم ببینید ایران تهران مهرآباد ای پی دبلیو از شهر تهران فقط یک بار توی این سایت شرایط آب و هوایی گذاشته شده و توی خود شهر تهران توی لوکیشن مهرآباد بوده میبینید دقیقا اون روز و ساعت و مکانی که این فایل ذخیره شده ازش اینجا ثبت شده زده ایران مهرآباد تو سال 1978 تموده این مقدار قدیمیه ولی خب تنها فایلی که از ایران هست البته از ایران 5 6 تا فایل از شهرهای دیگه وجود داره ولی خب مثلا توی شهرها و کشورهای دیگه این اطلاعات دقیق تره. اینجا به ما چی میگه میگه این اطلاعات آب و هوایی که شما الان به من معرفی کردی داره میگه توی شهر تهران یک شنبه یک ژانویه 1978 از این تاریخ تا تاریخ شنبه 31 دسامبر 1977 اطلاعات شما ثبت شده خب البته از این ساعت تا این ساعت خب میبینید اطلاعات خیلی هم, هم قدیمیه هم بازه هم که اومده این اطلاعات ثبت شده بازه کوتاهی بوده یعنی زمان کوتاهی بوده این اطلاعات بعد دیگه چه زمینه هایی به ما نشون میده نشون میده که اطلاعات هم یک ساعت یک بار گرفته شده خب یعنی دقیقا تو این بازهی که اینجا به ما نشون میده یعنی ممکنه هر فایل ای پی دبلیو که میگیرید فرق بکنه مثلا مال یه شهر دیگر رو بگیرید مثلا از آمریکا ممکن اطلاعاتی که به شما میده مال همین سال 2021 باشه بازهی هم که این اطلاعات توش ثبت شده بازه بلندتری باشه مثلا یه روز نباشه ممکنه یه ماه یا یک سال باشه بعد میگه توی همون دو تا بازه هم اطلاعات آب و هوایی یه ساعت یه بار ثبت شده یعنی مثلا مکان جغرافیایی خورشید هر یک ساعت یه بار به طور دقیق ذخیره شده میبینید که دوباره لوکیشن دقیقاً اینجا نوشته شما میتونید حالا بیاید تعیین کنید مثلا اوکی رو بزنید ببینید الان میاد دقیقا جای خورشید رو برای من متناسب با همون روز و ساعتی که اونجا بود قرار میده خب حالا بعد دوباره روش کلیک بکنید مثلا جابجاش بکنید الان ساعتی که اینجا زده بود نگاه کنید ساعت دوازه بامداد بوده برای همین خورشید کامل رفت زیر بعد چنج تایم رو بزنم بیا مثلا روز رو عوض بکنم خب هم میتونم روز رو عوض بکنم هم میتونم بیام ساعتش رو عوض بکنم مثلا بزنم روی ساعت مثلا دو ساعت سه بعد از اون اوکی رو میزنم اوکی رو میزنم ببینید مکان خورشید اومد اینجا قرار گرفت یعنی روی این علامت اس کلیک میکنی چنج تایم رو میزنی همین لوکیشن و موقعیتی که البته الان این, ساعت و ماه و دقیقه که اینجا داری انتخاب میکنی در فقط تو این بازیه که اینجا هست یعنی از این استارت تا ان تایم هر چی توی این بازه باشه رو شما میتونی انتخاب بکنی چه جوری هم میتونی انتخاب بکنی با استفاده از ساعت های مختلف میبینی اصلا منوی دقیقه خاموشه چون کلا اون بازه ای این اطلاعات جغرافیایی که ما داریم یه صد یه بار ثبت شده به خاطر همین دیگه ما الان دقیقه رو نمیتونیم تایم بکنیم فقط ساعتش رو میتونیم تعیین بکنیم مثلا ساعت 6 بعد از ظهر تو این روز و این سر میتونیم تعیین بکنیم و اوکی رو بزنیم خب ویژگی دیگه ای که این سیستم داره چیه بچه‌ها اینه که ما میتونیم ازش انیمیشن بگیریم خب انیمیشن مثلا یعنی چی احتمالا نمونه ممکن ممکنه دیده باشید یه سری انیمیشن های معماری هست که توش مثلا جای دوربین ثابته داره یک ساختمون رو نشون میده و توی اون نمایی که داره دوربین میگیره ویدیوهای تایم لپس احتمالا باید دیده باشین توش این سیستم رو که خورشید میاد جابجا میشه و زاویه ی سایه شروع میکنه تغییر کردن مثلا هم به صورت واقعی ویدیو رو میسازن هم توی رندر دوربین رو میکارن مثلا یک روز از صبح تا شب داره دقیقا رو به یه ساختمون فیلم برداری میکنه اینجوری خورشید میاد توی اون زوایای مختلفش قرار میگیره از صبح تا شب و سایه ها حرکت میکنن یه تیپ ویدیو رایجیه که خب خیلی هم جذاب این تیپ ویدیوها رو میتونید با استفاده از همین سیستم هم بسازید میاد دیسپلی دیتا از انیمیشن رو میزنید یعنی برای نور میتونید از این سیستم استفاده بکنید میای میگی من میخوام از این ساعت تا این ساعت و از این روز تا این روز من یه انیمیشن ازت خب حالا یه چند تا آپشن بهت میده مثلا من میام میذارم یک ژانویه یک شنبه سال 1978 میام دقیقا همون روز رو انتخاب میکنم میذارم 11 شب یعنی همون یک ژانویه از ساعت 12 شب تا 11 شب رو برای من انیمیشنش رو تعیین بکن حالا یه سری آپشن های دیگه به شما میده میگه که میخوای این توتال فریم و مش... چجوری باشه یه توضیح قبلش بدم بعد بهتون در رابطه با فریم ریت انیمیشن ها و فیلم ها همیشه در اصل یک سری عکس هستن که دارن خیلی سری پشت هم نمایش داده میشن خب معمولا فیلم های سینمایی مثلا 24 فریم من فرمت های فیلم های مختلف هم فهم میکنه عموما 24 داریم 30 داریم 25 داریم شما میتونید تعیین بکنید که این انیمیشنی که میخوای بسازی چند فریم باشه یعنی در هر ثانیه انگار چند تا عکس نمایش داده بشه. ببینید تو خود محیط تیری دی مکس این پایین یه دونه تایملاینه. خب اینجوری میتونید این تایملاین رو عوض بکنید. تو این تایملاین وقتی روی این علامت ستینگ اینجا کلیک بکنید به شما میگه میگه آقا فرمتت اگه ان باشه فریم پر سکندت یعنی تعداد فریم هایی که در هر ثانیه به شما نمایش میده سی تاست. یعنی اون انیمیشنی که برای شما تولید میکنه تو هر ثانیه سی تا عکس داره. خب اینو میتونین عوض کنیم مثلا روی کاستوم بذارین روی فرمت پال بذارین روی فرمت فیلم بذارین کاستوم بذارین مثلا من روی کاستوم میذارم 25 خب یعنی من میخوام انیمیشنم تو هر ثانیهش 25 فریم باشه این پایین هم بهت نمایش داده میشه خب مثلا اینجا 5 فریم 10 فریم 15 فریم 20 فریم 25 فریم 30 فریم این الان یه تایم لاینه که داره به شما نمایش داده میشه پایین تریدی ماکس خب این از این میتونید بازه کلیش هم تعیین بکنید یعنی در مجموع هم میخوام 3 ثانیه باشه بیا مثلا 4 چهار ثانیه چهار ثانیه زب داره 25 میشه 100 فریم میتونم بزنم رو 100 فریم اوکی که میکنم ببینید این بازه اینجام دقیقا شد از صفر تا 100 و هر یک ثانیهش 25 تا فریمه خب چون خودم تنظیم کردم حالا میتونم برم وارد همین تنظیماتم هم بشم اینجا منو S رو میزنم گفتم من انیمیشنی که میخوام از 12 شب تا 11 شب فردا اینجا به شما میگه 1 فریم پر میگه این انیمیشنی که میخوای برات بسازم میخوای این خورشید توش چجوری حرکت بکنه وقتی شما دیتا پریودتون یعنی بازه زمانی هر بازه زمانی که شما ازش دیتا دارین یه ساعت یه باره گفتیم این فرمتی که ما الان در اختیارمون داریم هر یه ساعت یه بار یه دونه دیتا ازش سیو شده میتونی بگی اگه هر یه ساعت یه بار یه دیتا ازش هی... سیف شده تو بیا دقیقا تو هر فریم منم دیتای بعدی رو نشون بده مثلا دیتایی که من دارم یک ساعت یه باره تو هم توی هر فریم من بیا به همون اندازه دیتام یک ساعت یه بار جای خورسیج رو نشون بده توی هر فریم الان اینو میذارم زن... مثلا میتونی بهش بگی من به جای پریودم یعنی طبق اینکه پریود باشه یه ساعت یه باره میتونی بذاری روی دی یعنی بیا برای من هر یک هر فریم من یک روز مختلف رو نشون بده ولی چون الان من دیتا بر اساس ساعته رایش این حالتی هم که استفاده میکنن همین اگه دیتاشون مثلا بر اساس ساعته میتونم بیام وان وان فریم پر رو روی پیریت بذارن الان یعنی اینکه دقیقا توی هر فریم با استفاده از همون دیتایی که داری داره یک ساعت رو نشون میده من الان اوکی رو میزنم اینجا مش تایم لاین رو میزنم خب دیسپلی دیتا از انیمیشن رو میزنید مش تایم لائن رو کلیک میکنید که تایم تون الان بیاد بر اساس همین این بازه‌ای که انتخاب کردین قرار بگیره اینا رو روی پیریود اوکی می‌کنید ببینید بعد الان اتفاقی که میفته نگاه کنید اینه خب دقیقا داره جای خورشید رو تو همون بازه‌ای که من انتخاب کردم نمایش میده بعد از اینکه مش تایم لائن رو زدین تنظیماتتون هم انجام دادین اوکی کردین میتونیم بیاین اگه بازتون خیلی بزرگ بود الان دوباره بازتون رو تغییر بدین بذارین روی مثلا 100 فریم خب اوکی رو که بزنید چه اتفاقی می میفته بچه ها ببین الان من یه فریم یه فریم جابجا میشم الان دقیقا من وقتی یک فریم اومدم جلو اندازه خوشی تغییر کرد حالا این تغییره چقدر طبق دادم و دادم یه ساعت یه بار بود دیگه یعنی الان یک ساعت یعنی اینجا یک فریم گذشت جای خورشید اندازه یک ساعت تغییر کرد میرم فریم بعدی فریم بعدی و همینطوری تکرار میشه حالا یه علامت پلی هم این بغل خود تایملاینمون هست که اگه بزنید ببین قشنگ میاد جای خورشید رو توی اون بازه زمانی که شما تعیین کردی به نمایش میده حالت لوپ هم داره یعنی وقتی میرسه به ته دوباره از اول شروع میشه حالا شما میتونید بیاید با استفاده همین ویژگی انیمیشن بسازی یعنی دوربین تو بکاری البته خب ساختن نیازمند سیستمای خیلی قوی هم هست شما دوربین تو میکاری میخوای یه رندر بگیری میای با استفاده از همین سیستم میگی فریم اولو برای من رندر بگی فریم بعدی جای خورشید جابجا شد دیگه خورشید میاد این سمت‌تر دوباره فریم میگیره میاد خورشید دوباره جابجا جا جا میشه یه رندر دیگه میگیره خورشید جابجا میشه یه رندر دیگه میگیره بعد وقتی همه این رندرایی که تو هر فریم یک عکس رندر شده رو کنار هم دیگه میذاریم یه انیمیشن شده که اینجوری توش خورشید حرکت کرده سایه‌هایی هم که توی ساختمون ما انداخته متناسب با همون عوض شده این ویژگی‌هایی بود که این سیستم نورپردازی به ما میداد البته خیلی این نورپردازی بچه‌ها رایج نیست. همون بیشترین این کار بودش واسه انیمیشنه. شما اگه می‌خواید رندرای تک شات بگیرید، میتونید با استفاده از همون ویریسان و ویریدام بیا صحنه‌تون رو نورپردازی کنید. خیلی هم خیلیم خیلی هم کار کردن باهاش راحته. چون معمولا توی رندرها اونقدر اهمیت نداره. این توی رندرهای رایج اونقدر اهمیت نداره که دقیقاً جای خورشید درست باشه. صرفاً همینه که شما بدونید تو چه فصلی دارین. رندر میگیرید یعنی همین یه حدودی رو براش در نظر بگیرید کافیه ولی اگه خواستین دقیقتر کار بکنید و انیمیشن سازی بکنید از اون رو میتونید می در این سیستم دیلات استفاده کنید دو تا مفهوم دیگه ای که توی این قسمت میخوایم با هم کار کنیم بچه ها اوتو و اوتو وایت بالانس. ببینید بچه شما وقتی رندر که میگیرید خب صحنتون یه مقدار ممکنه به اصطلاح اوور اکسپوز باشه یعنی یه جاهایش خیلی تیره و تاریک باشه یا خیلی روشن باشه گفتیم یه ویژگیش این بود که شما باید می اومدین توی تنظیمات دوربینتون و به صورت دستی مثلا عدد ای وی رو تعیین می‌کردین خب یه قابلیتی دیگه ای که ما داریم توی ویری اینه که بعد توی ویری نسخه نکست از ویری نکست به بعد این آپشن اضافه شده اینه که خود نرم افزار هم میتونه بیاد به ما کمک بکنه تا ما در رندرمون از نظر روشنایی بهتر باشه خب میرین توی تنظیمات ویری یه بخشی هست بعد شد توی ویرای توی بخش کمرا خب نگاه توی بخش کمرا در اختیار شما یه سری آپشن قرار میده اوتو اکسپوژر و اوتو وایت بالانس این تنظیمات اوتو اکسپوژر و اوتو وایت بالانس فقط در صورتی در اختیار شما قرار میگیرن ببین الان خاموشن که جی حتما روی لایت کش باشه خب یعنی سکندری اینجینتون حتما روی لایت کش باشه ببینید وقتی جی آی اومدم سکندری انجین رو روی لایت کش گذاشتم اوتو اکسپوژر و اوتو وایت بالانس برای من روشن شد یعنی اگه بخواید با استفاده از انجین های دیگه ای جیایتون رو محاسبه بکنید نمیتونید از این آپشن استفاده کنید بعد بیا تو همین تنظیمات دوربین دستی وارد کنید ایوی رندر قبلی که من گرفتم با استفاده از این تنظیمات بود خب یعنی ایویش دوازده بود من بار دیگه رندر میگیرم خودم حس میکنم که صحنه یه مقدار تاریکه حالا میام اتو اکسپوژر رو لوشن میکنم الان با اتو اکسپوژر میام رندرمو میگیرم ببینم چه فرقی میکنه ببینید بچه‌ها صحنه من روشن‌تر شد یعنی در از پیشنهاد ویری به من اینه که این صحنه با این تنظیمات رندر بشه خب من میتونم این حالت اتو اکسپوژر رو روشن بکنم و بعد تنظیماتش رو منتقل هم بکنم به دوربین یعنی در از الان ویره ای وی من رو تغییر داده ولی من الان هنوز نمیدونم این دقیقا چه عددی بوده اگه ترانسفر تو کامرا رو بزنم ببینید تنظیمات ای وی اومد اینجا من با ایوی دوازده گرفتم که صحنم تاریک بود دیدیم که صحنمون روشنتر شد پس بعد عدد ایویمون میومد پایین اینجا هم همین رو میبینید بچه ها ببینید من تا ترانسفر تو کمرا رو زدم عدد ایویم شد هشت یعنی رندر دومیه دو که ویره برای من گرفت که روشنتر شده بود با این عدده بود یه خوبی که داره و میتونید ازش استفاده بکنید اینه که همیشه بچه ها اول بیان این اتو اکسپوژر رو روشن بکنید یه رندر بگیرید خب چون یه بیس خوبی بهت میده ویره خودش با سلیقه خودش و با تنظیمات خودش میاد وقتی اتو اکسپوژر رو روشن میکنی یه رندر از نظر روشنایی خوبی بهت پیشنهاد میده بعد که اتو رو میزنی ترانسفر میکنی تو کمرات حالا اتو اکسپوژر رو خاموش کن چون اگه اوتو اکسپوژر بچا روشن باشه دیگه هر چی من الان بیام این عدد ای تغییر بدم تغییری من الان دهو میزنم دوباره رندر میگیرم هیچ فرقی نمیکنه صحنه چرا چون این اوتو هنوز روشنه من بعد یه بار یه بار ترانسفر تو کمرا بکنم حالا اوتو رو خاموش بکنم بعد بیام این پیشنهادی که ویری به داده رو تغییر بدم مثلا حس میکنم تو این پیشنهادی که ویری داده این صحنه من خیلی روشنه میام خودم یه خورده عوضش میکنم مثلا الان میذارم روی نو الان دیگه چون اتو خاموش شده دیگه تنظیمات من اعمال میشه میام مثلا میذارمش روی 11 ببین بچه ها هی داره تاریک تر میشه آپشن بعدی که ما داریم اتو وایت بالانس بچه شما وقتی عکس مختلف رو یه مقدار ممکنه عکس ها به آبی و یا زرد بزنن این اتفاق خیلی میفته مثلا وقتی تو هنگام غروب عکس میگیرید عکس ها اومدن یه طیف نارنجی دارن طبیعتا هم به خاطر رنگ خورشیده حالا شما میتونی توی شرایط مختلف عکس برداری بکنی با تنظیمات وایت بالانس دورمینت دوربینت کار بکنی تا صحنت همیشه سفیدیش متعادل بمونه اتو وایت بالانس یعنی همین یعنی این که تونالیته رنگ های نور رو از اجساممون بگیریم یعنی سعی کنیم هر رنگی که تو عکس میبینیم رنگ واقعیش باشه نه رنگی که مثلا تحت تاثیر نور خورشید مثلا زرد شده یا مثلا اگه تو ساعت گرگو میشه آبی شده باشه خب اتو وایت بالانس رو روشن میکنم اونم هم سیستمش همین جوریه. باز فقط تو حالت لایت کش کار میکنه ببین الان تصویر منو ویرای اومد مقدار آبی،, آبی تر کرد یعنی پیشنهاد ویره اینه که الان توی این اوتو وایت بالانس توی این شرایط متریالات و نور دقیق و درسته میتونی بر اساس اراده خودت یه وایت بالانس دیگه بذاری طبق سلیقت ولی پیشنهاد ویره اینه این هم اینه همون من ترانسفر تو کامرا میکنم ببین بچه بعد اکسپوژر ناکن یه آپشنی که توی تنظیماتش داره وایت بالانسه الان دوباره ترانسفر تو کمرا که بزنم ببینید اینجا مشخصات تغییر کرد حالا اوتو وایت بالانس رو خاموش میکنم شما وایت بالانس رو با سه تا آپشن میتونید عوض کنید بچه میتونید بهش کلوین بدین یه واحد اندازه گیری. حالا چه کار میکنه کلوین من میرم توی دسکتاپ توی توتوریالا ببینید بچه ها اینا عددهای کلوینه خب میگه هفت... مثلا ده هزار کلوین یه همچین بازه رنگی میشه و هزار کلوین یه همچین بازه خب شما بهتر عکسایی که میگیری یعنی بهتره که توالت بیسیک وقتی میخوای یه رنگی درست نمایش داده بشه باید همیشه متعادل باشه توی 5 تا 5500 کلوین باشه ولی حالا اگه سلیقته و یا میخوای تغییر بده یه افکت عکاسی بهش اضافه بکنی میتونی اینو عوضش بکنی میبینید الان پیشنهادی که ویری به من داد برای رندری که دارم میگیرم عددش چقدر روی 5300 کلوینه یعنی توی همین بازه است خب من میتونم بیام به اختیار خودم عدد کلوین رو ببرم بالا در اصل وقتی عدد کلوین رو میبریم بالا دیدیم هی آبی تر میشه وقتی عدد کلوین رو میبریم بالا و هی آبی تر میشه در اصل میاد اون رنگ رو از صحنه و عکس شما میگیره بچه ها یعنی مقدار رنگ آبی رو از صحنه شما کم میکنه و یه مقدار صحنه شما زردتر میشه من این پنجره رو میبندم مثلا عدد کلوین رو میذارم روی 7000 یا یه عدد بیشتری بزنم که معلوم بشه رو 8500 الان وقتی رندر رو میزنم ببینید بچه صحنه من زردتر شده خب یعنی اینجا آبی رنگه ولی این رنگی که اینجا داره نمایش به من میده در اصل رنگی که از این صحنه گرفته یعنی آبی رو گرفته چیزی که میمونه مقدار به زرد و نارنجی میزنه یه مقدار قرمزتر میشه خب همین میتونید با این عدد کلوین کار بکنید همین میتونید بیاید توی منوی کاستوم رنگش رو انتخاب بکنید مثلا من میخوام حالا برعکس میخوام کار کنم میخوام رنگ قرمز رو از صحنه بگیرم خب الان روی مود کاستوم دیگه ناگهان این تنظیم خاموشه الان صحنه من احتمالاً آبی میشه نگاه کنید یعنی قرمزهای صحنه رو گرفت و رنگی که مود الان آبی رنگه یا حالت دیگه هم که شما میتونید تنظیم کنید این حالت ببینید هم یه سری حالت های پیشنهادیه که به صورت پیشوز روی تیدی مکس هست مثلا میخوای صحنت ناکو اگه میخوای توی شرایط نوری روز باشه روی 6500 بذار اگه میخوای سانلایت باشه 5200 یه سری اندازه هاییه که خود تیردی مکس میخواد بهت پیشنهاد بده میتونی از اون... یعنی مثلا میگه اوورکست میگه اگه میخوای شرایط نورید به شرایط نوری مه میخوره میتونی بذاری مثلا روی حالا اوورکست یا تنظیمات دیگه تا شرایط نورید متناسب با همون آب و هوا باشه یه آپشن جالب دیگه هم که ویری داره اینه بچه ها ببینید شما روی هر پیکسلی که روی ویری وای میسین راست کلیک میکنید و راست کلیک بکنید و نگه دارید میاد یه سری ویژگی رنگی اون پیکسل رو به شما نمایش میده خب ناکنین الان توی مثلا موده RGB به شما نمایش میده که رد گیرین بلود چقدره ببینید یه بخشی که داره ناکنید موقعیت پیکسل رو نوشته من هنوز دستم روی راست کلیک رو نگه داشتم و خب مثلا میام روی یه پیکسل دیگه مثلا این بال خب راست کلیک میکنم زده توی کالر و توی هش بیت اگه دقت بکنید نوشته 184 175 130 این سه تا عدد در همون آر... در از همون ار جی بی یعنی رد گرین بلو میاد میگه که تو هر کدوم از این رنگا چه شدتی دارن اگه صحنه شما درست فرضی شده باشه یعنی درست که نه یعنی اگه میخوای صحنتون فلت و یک دست و رنگ متریال دقیق باشه بهتره که این سه تا عدد به هم نزدیک شده باشه خب الان مثلا ممکنه رنگ قرمز من یه مقدار زیاد باشه حالا بعد دونه دونه بیام امتحان بکنم تا به شرایط نوری متناسب برسم این الان رندر منه بچه ها مثلا میام با همین مود کاستوم میگیرم که خیلی آبی میشد تا همین حد کافی الان راست کلیک کنم ببینید عدد RGB من نگاه کنید عدد آرش چقدر کم شده عدد آر الان 55 اون سمت چپ ببینید توی بخش کالر نوشته 8 بیت عدد آر یعنی رد قرمز 55 جی 243 و آبی 164 پس صحنه من یه مدار ای الان باید سعی کنم که این ستا عدد توی حالت میانگینی قرار بگیرن یه کار جالبی که میتونم بکنم اینه بیام رو همین حالت کاستوم رو این رنگ کلیک بکنم اینجا بیام با استفاده از قلم این رنگ رو انتخاب بکنم و بگم این رنگ حالا میخوام از صحنم گرفته بشه ناگهان این رنگی اومد اینجا الان دیگه رنگ آبی گرفته میشه یه مقدار البته تو این حالت ممکنه برعکس رنگ قرمز بیاد رو یه کاری که شما میتونید انجام بدید برای اینکه وایت بالانستون درست باشه اینه بیاید بعد یه مدل دقیقا سفید رنگ رو توی محیطتون بذاریم مثلا یه سیرندی من همینجا الان میکشم خب میرم توی بخش متریال حالا متریال سازی رو بعدا با هم آشنا میشیم بچه‌ها یه دونه ویره متریال میسازم دقیقا رنگش رو سفید سفید می‌کنه خب وقتی یه متریال و یک رنگی توی محیط دقیقا سفیده حالا من توی میرم توی حالت دیفالت شیدین که متریال رو ببینم وقتی یه رنگی کاملا سفید باشه باید توی رندر منم طبعا دقیقاً سفید نمایش داده بشه من این سفیده رو اینجا میذارم رندر رو میزنم هنو وایت بالانس من تنظیم نیست میتونم بیام توی پنجره ستا اوورایت متریال هم برمیدارم بچه ها. که وقتی رندر میگیرم دیگه متریال های ارژینال هم نمایش داده بشه و حالا کار دیگه که انجام میدم دوباره اوتو وایت بالانس هم میتونم روشن بکنم یا اوتو وایت بالانس رو بر روشن بکنم تا دقیقا از نظر نوری فلت و یک دست باشه یا اینکه بذارم رندر من گرفته بشه و بعد توی تنظیمات وایت بالانس بیام همون کاری که انجام دادم رو مجدد انجام بدم یه چند سنه که بگذره بچه کافیه من الان نگاه کنی یه مدل سبودی البته الان قرار دادم برای تنظیم وایت بالانس هم و الان مدل رو پاک میکنیم خب مطمئنم میرم توی تنظیمات دوربینم این جس باید دقیقا سفید دیده بشه دیگه خب پس هر اختلافی که با رنگ سفید داره در اصل باید از صحنه گرفته بشه من حالا میام تو حالت کاستوم الان میام این قلم رو بر میدارم و اینو انتخاب میکنم خب تو همین بازه الان حتما ممکنه باز آبی بشه میام یه خورده بچا اینا با وایتنسش کار میکنم اگه الان رندر بگیرم باز دوباره همون اتفاقی قبلی میفته خیلی حالا آبی میشه خب شما فقط نکته که هست اینه که نگاه الان من میزنم ار جی هنوز آرش کمه یه خورده میای روشن ترش میکنی یعنی اینکه من میخوام رنگ قرمزم گرفته بشه میاد باش بازی میکنی تا انقدر یعنی بعد الان اینجا راست کلیک بکنم که اون عدد ار به هم نزدیک بشه هنوز نزدیک نیستن خب دوباره میام استوپو میزنم توی حالت کاستوم یه مقدار باز کمترش میکنم الان هی صحنه من از نظر نوری و رنگی بهینه تر بشه الان کلیک میکنم دوباره ببینید بچه اون ستا عدد باز به هم نزدیک تر شده ناکن الان شده مثلا 67, 65, 44 یعنی ستا عدد RGB توی همون حالت کالر 8 بیت شده 67, 65, 44 یعنی هرچین این ستا عدد به هم نزدیک تر بشن یعنی شرایط من از نظر نوری درست تره و میبینید الان سفید من توی این عکس دقیقا سفیده یعنی هیچ تونالیتی نداره نه به آبی میزنه دیگه نه به قرمز مطالب این جلسه هم تموم شد بچه امیدوارم ازش لذت برده باشیم و به دردتون بخوره اوایل یه مقدار خب مباحث خیلی هم ممکنه حوصله سربر باشن ولی مهارتی که شما بعد این آموزش رو پیدا میکنید قطعا ارزشش رو داره خیلی مطالب ممکنه در اوایل ساده نباشه ولی بعد چند تا تمرین واقعا دیگه دستتون میاد بچه ممکنه حجم مطالب زیاد باشه ولی خب شما به مرور زمان دیگه این تنظیمات و کاری که انجام میدید ملکه ذهنتون میشه دیگه حاصل تکرار اون مهارتی که به دست میارید و هر کدوم از این ویژگی ها ممکنه اونقدر همیشه به کارتون نیاد بچه مثلا تنظیمات اکسپوزر و وایت بالانس اینا همیشه به کارتون میاد چون میخوای رندر بگیرید بعد صحنتون از نظر روشنایی و همچنین وایت بالانس درست باشه ولی مثلا سیستم دیلاتی که امروز باش کار کردیم ممکنه همیشه توی سیستم نورپردازی شما به کار نیاد هر کسی میتونه با سلیقه خودش کار بکنه یکی ممکنه با ویری دام کار بکنه یکی ممکنه با ویری سان کار بکنه یکی ممکنه ترکیب دوتاشون رو استفاده بکنه شما بعد این اینا رو یاد بگیرید و با همش کار بکنید ولی بعد یه مدل با توجه به سلیقتون و تجربه ای که کسب کردین روی یه دونش دیگه کاراتون رو ادامه بدین یعنی دیگه مثلا عادت میکنی با ویریسان رندر بگیری چون تنظیماتش برات راحتتره و کیفیت بهتری بهت میده بازم یه جاهاییش بحث سلیق است اینکه شما بیاین با استفاده از کدوم سیستم این رندر هاتون بگیرید میتونی بیای رندراتو توی ویری بگیری و بعد به خاطر مثلا مهارت بیشتری که توی فتوشاپ داری مراحل پست پروداکشن و تنظیمات وایت بالانس رو توی فتوشاپ انجام بدی و یا افکت های دیگه هم بهش اضافه بکنی در نهایت همه اینا رو خوبه یاد بگیرید چون بهتون کمک میکنه تا مهارت بیشتری پیدا بکنید و ایده های بهتری واسه نورپردازی و کل مراحل رندرینگ توی ذهنتون باشه. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین، خوشحال میکنید این ویدیو اگه براتون مفید بود، برای بقیه افرادی هم که فکر میکنید به دردشون میخوره، بفرستید و همچنین هر دو تا کانال ما توی یوتیوب یعنی استدیو و timelessroom.architect رو سابسکرایب بکنید و توی سوشال مدیاهای ما رو دنبال کنید. خیلی ممنون، وقتتون بخیر.